با درود بر شما عزیزان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز جمعه هست، 11 از ماه دسامبر سال 2009 میلادی. در روزهای جمعه مدت یک ساعت در خدمت شما نگاهی میکنیم به کتابهای کلاسیک، آثار کلاسیک ادبیات ایران. و هفته گذشته از کتاب مرصاد العباد دو صفحه خواندم خدمتتون. امشب به واسطه مطلب مربوط به 21 آذر میخواییم تاریخ 21 آذر رو برای شما توضیح بدهیم. اجازه فرمایید که یک غزلم از حافظ خدمتتون تقدیم کنم. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید، گفت با این همه از سابقه نومید مشو. گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو. تکیه بر اختر شب دوز مکن کاین عیار، تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو. گوشوار زر و لعل هرچه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن، بیدقی ران که برد از مه خورشید گرو. آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق، خرمن مه به جوی خوشی پروین به دو جو. آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخ، حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو. خدمت شما عرض میکنم که یک اطلاعیه چاپ شده است به نام ارتش ایران، خیلی غرورآمیز هست. دوست گرامی برای من میخوندن، باور کنید که یک حالت به خصوصی بود، مثل شاهنامه خوانی بود، مثل تماشای بازی فوتبال بود، در حالی که تیم ایران 2 عقب هست و 2 رو جبران کرده، گل سوم رو میزنه. همچین حالتی بود خواندن این. و بعد من فکر کردم چگونه میسر هست ارتش جای سلسله مراتب هست. یعنی به فرض یک گروهبانی شکایت داره، نمیتونه شکایتش رو بره پیش ارتش بود، واسه بدهد شکایتش به اون استوار، اون استوار که فرمانده هست، بدهد نمیدونم به اون صدفان و تا برسه به اون بالا. بنابراین اگه ارتش بخواد اعلامیه بدهد، واسه فرمانده کل، رئیس ستاد یا هر کسی که هست، و اون هم که نانخور دولت هستن، مگر اینکه ارتش یاقی شده باشه. بنابراین تضاد داشت، اون که البته من در این باب هنوز تحقیق نکردم، معلوم شد تعدادی از افسران شرافتمند و غیرتمند ایرانی به صورت شبنامه گویا، هنوزم عرض میکنم تحقیق نکردم، اما متن بسیار بسیار زیبا بود، بسیار منطقی بود، بسیار وطن دوستانه بود، بسیار انسانی بود. تا ببینیم عرض کنم که حاصل این چه بوده است، در واقع حقیقت کار چه بوده است که بر من هنوز روشن نیست. این داستان ارتش یک مملکت، ارتش یک مملکت برای دفاع از شرافت اون مردم و اون آب و خاک است. درست مثل گلوبول‌های سفید بدن. گلوبول‌های سفید وظیفه اینا دفاع از میکروب‌هاست که وارد بدن نشن، بدن رو بیمار نکنن. نمی‌شود از گلوبول سفید میکروب ساخت. یعنی واقعا شرم‌آور است که فرض فرمایید کسی سوگند سربازی یاد بکنه و بعد لباس سربازی به تن بکنه، با پول بیچاره مردم مملکت اصله بدن دست این آقا، حقوق بدهن به این آقا و بعد این سرنیزه رو بکنه تو شکم همون مردم. مثلا چنین چیزی میسر نیست، نشده، میسر نیست. و من معتقد هستم که همواره در ارتش ایران مردمان بسیار بسیار شرافتمند بودند که بسیار بسیار با واقعا قناعت زندگی میکردن، ولی بسیار مردمان شریفی بودن، میدانم، دیدم. و قطعا این کسانی که امزان در ارتش ایران هستن میدانن که فرزندان این آب و خاک هستن. وظیفه ارتش دفاع از این مملکت هست، نگهداشت علی خامنه ای یا یک رژیم خاصی نیست.
و این شبنامه‌ای که پخش شده بود حاکی از آن بود که نویسنده یا نویسندگان به عمق ماجرا پی بردن و به ماهیت جنایتکاران این رژیم و خود این رژیم پی بردن. خبر دیگر هم که حتما شنیدید، ماشاءالله الحمدلله الله مدینه برکت بدهد، علی خامنه ای به عنوان بزرگترین آدم کش شناخته شده است، جایزه اول رو گرفته است در اسلو، یه جایی هر سال برقرار میکنن برای آبرو ریختن این دیکتاتورهای بی آبرو، درجه بندی میکنن، علی آقا برنده شده. اینم حتما شنیدید. اما اجازه بدید برویم سراغ 21 آذر. این مملکت ما ایران بوده است در این فراز و نشیب تاریخ که کار رسیده است به یک مو برای پاره شدن و پاره نشد. یک بار که در خطر بسیار بسیار جدی افتاده است، روزگار قبل نادرشاه بوده که این عثمانی ها، درخان عثمانی از دشمنان بزرگ ایران بودند و هنوز هم هستند، و این روس ها که از دشمنان بزرگ ایران بودند و هنوز هم هستند، قرارداد نوشته بودند، ایران رو تقسیم بندی کرده بودند. بعد یک مش دزد هم عرض کنم از اون سوی مرزها آمده بودند، این محمود اون اشرف و دار و دسته و اینها. کشور در حال اضمحلال بود، ناگهان یک رشید مردی پیدا شد از خراسان که دوباره در واقع شرافت مملکت رو حفظ کرد و ایران زمین رو گسترش داد. اینها از اینجور مواقع ما بسیار داشتیم در تاریخ. یکی از این موارد که پیش آمد همین ماجرای عرض شود که موضوع آذربایجان و موضوع 21 آذر و اینهاست. اینها رو باید به حقایق امور مراجعه کنیم. با قوقاگری نمیشود تاریخ رو عوض کرد. متاسفانه این بیشتر این رسانه‌های لس‌آنجلس کارشان مبتنی بر قوقاگری و جعل هست و عرض میکنن که منفعت جویی. تاریخ رو نمیشود با قوقاگری و هو جنجال عوض کرد. داستان 21 آذر از این قرار است که بعد از تسخیر ایران، در واقع تسخیر ایران هم بر این پایه بود که کوتاه ترین راه و بهترین راه برای حکومت رسانی بود، یک امر واهی رو بهانه کردن که آلمان ها در ایران هستن و نفوذشان زیاد هست و عرض کنم که در زمان حکومت رضا شاه بوده، و بعد ناگهان حمله کردن چون راه حکومت رسانی به جبهه های عرض کنم روسیه در جنگ علیه آلمان ها دو راه بیشتر که قطب شمال بود که بسیار بسیار بد و مشکل بود و باغاز بسفور که اون هم میسر نبود، و ایران بهترین راه بود، خاصه که یک راه آهن خیلی خوبی هم مستقیم از جنوب کشیده شده بود تا مرزهای روسیه، و اینها ناگهان حمله کردن در شهریور 320 و قوای روسا از شمال و قوای عرض کنم که انگلیس از جنوب، همونطور که میدانید اینها قرار شد در تهران تلاقی بکنن و حکومت رضا شاه فرو ریخت. ارتش ایران هم هیچ دفاعی نکرد، یعنی دستور ترک مخاصمه و تسلیم صادر شد. حالا این هم قضاوتش با تاریخ هست که آیا واقعا چیز خوبی بود، کوچکترین مقاومت نشد. یک بیچاره عرض کنم که بایندور اونجا فرمانده، اونم نمیدونست چه خبره، آمد گفت یه سر و صداست و اینا، یک تفنگ از دست یه سرباز تیر شلیک کرد و در حال گریز از پشت انگلیس ها زدن، این بیچاره رو کشتن. تاریخش هست و جز شهدای عرض کنم که اون جنگ به حساب آمد و خیلی به سادگی وارد مملکت ما شدن. رضا شاه هم در واقع دستگیر کردن، اینا فرستادنش به جزیره موریس و قرار شد که انگلیس ها هیچ، چون هیچ دل خوشی از رضا شاه نداشتن، این تداوم حکومت پهلوی رو اینا دوست نمی داشتن. قرار شد که از قاجارها یک کسی پیدا کنن دوباره بیاورن، که اون کسی که کاندید کرده بودن که افسر نیروی دریایی انگلیس هم بود از تبار قاجار، فارسی بلند بود. بعد مرحوم فروغی که یک محقق بزرگ، یک سیاستمدار بزرگ، یک وطن دوست بزرگ بود، صلاح ندید، گفت چنین چیزی موثر است، به او پیشنهاد کردن که جمهوری اعلام بکند و رئیس جمهور هم خودش باشد. باز هم مرحوم فروغی نپذیرفت چون احترام برای مشروطه داشت و اینها. گفتن فرزند رضا شاه، محمد رضا شاه رو، محمد رضا رو که شاه نبود اون روزگار، میبریم. عین این صورت جلسه است که لردا کردن، زمانی که دوست اگر دوست نداشتیم برمیداریم. و عرض شد که روز 26 همون شهریور 20 ایشون سوگند وفاداری خورد، بسیار هم مردم او رو دوست می‌داشتن، به گونه ای که مشهور هست ماشین ایشون رو بر شانه می‌بردن چون سوگند وفاداری به قانون اساسی خورد. اینها باری بعد موضوع عرض می‌شود که کنفرانس تهران شد،
بین روزهای 28 27 28 نوامبر تا اول دسامبر قرار شد که در واقع سه قدرت بزرگ در تهران همدیگر رو ببینن. حالا چرا در تهران؟ به جهت اینکه استالین از هواپیما میترسید، یک بار در همه عمرش سوار هواپیما شد و همون کنفرانس تهران. روزولت هم مطالب و مسائل بسیار داشت که با این آقای استالین در میان بگذارد. چرچیل هم از سوی انگلیس، البته اون هم مسائل خودش رو داشت و میخواست که عرض کنم منافع خودش رو در واقع تحقق ببخشد. این هست که هر کسی با یک نقشه آمدن در پس ذهن استالین، گرفتن همه اروپا و جاهای دیگر. در پس ذهن آقای وینستون چرچیل این بود که جبهه دومی در اروپا باز نشود، که این یک شکافی در قدرت بریتانیا کبیر خواهد بود. پیشنهادش این بود که از طریق مدیترانه حمله بشود به آلمان. آقای روزولت هم آمده بود که تکلیف خودش رو با استالین روشن بکند و جبهه دوم رو از طریق اروپا، در واقع روزولت در اندیشه شکاف انداختن و تضعیف بریتانیای کبیر بود باری، و استالین نمیخواست از جبهه جنگ بسیار دور باشد. این هست که تهران انتخاب شد. بعد این تصویر رو بزرگ کنی، تصویر منو معاف کنی وارتون جان، دوستان ببینن این در واقع سه بزرگ رو، فرماندهان متفقین متحدین. بله، آقای روزولت از پا علیل بود، اما کسی هم نمیدانست. معمولا بر پسرش تکیه میکرد. دست راست سر وینستون چرچیل هست و دست چپ جوزف استالین، که قد بسیار کوتاهی هم داشت، اما عکاسان روسی معمولا ایشون رو طوری نشون میدن که انگاری 7 فیت قد داره. اینجا در تهران هست، در سفارت مسکو هست. اینجا این دیدار روی داد. ممنونم از شما. آقای روزولت البته کمی مریض حال بود، اما استالین بود که در واقع در آسمان ها پرواز میکرد، چون در جبهه استالینگراد پیروزی بودن. نبرد کرسک که بزرگترین نبرد تانک تاریخ هست، به نفع روس ها شده بود. با یک نیروی فوق العاده آمده بود که تحت تاثیر گذاشته بود. در واقع میشود گفت اون چه میخواست گره به واسطه همین قدرتی که روس‌ها در مقابل آلمان‌ها نشان داده بودن. آمدن در تهران، یه چند روزی مذاکره شد. بخش نخستین این بود که بعد از جنگ روس‌ها چه بکنن. بله، این هم عکس دیگری است از سه سیاستمدار مشهور، استالین، روزولت و چرچیل. ریاست جلسه با روزولت و البته عکس محمد رضا شاه اینجا هست. محمد رضا شاه رو راه ندادن و واقعا به قول عوام میگن تحویل نگرفتن، و از این فرصت استالین استفاده کرد. خودش هم دیدن محمد رضا شاه گفت شما هر چی بخواید ما میدهیم و اینها، که دروغ میگفت، چون نیروهای روسی در ایران بودن. به شهری که خدمت رو خواهم گفت نمیخواستن بیرم ایران رو ترک بکنن. باری نشستن دور میز و در واقع سرنوشت اروپا با یک موافقت پرزیدنت روزولت رقم خورد. استالین میخواست که بخش‌های شرقی لهستان جزء روسیه بشود. استالین میخواست چکسلواکی رو داشته باشد. استالین میخواست که در واقع در تمام کشورهای اروپای شرقی دولت‌های نوکر خود رو بگذارد. همه رو موافقت کرد. هرچی میگفت آقای روزولت موافقت میکرد. چرچیل هم که کسی گوش به حرفش نمیداد، موضوعش این بود که از مدیترانه حمله بشود به سمت آلمان، چون در پس ذهنش موضوع خاورمیانه و هندوستان بود. روزولت جستجوگر این بود که موافقت بکند و از استالین قولها بگیرد و جبهه دوم رو که بعد معروف به دیده شد آپریشن اوورلورد از جانب اروپا باشد، که سرانجام هم همون گونه شد. و برای مکرر استالین میپرسید اسم فرمانده چیست، اسم فرمانده چیست، که بعد گفتن آقا یک جنرال داریم به نام آیزنهاور که البته میشناخت، فرمانده کل قوا بود. فرماندهی این آپریشن در دیده آیزنهاور خواهد بود. و عرض شد که آقای جوزف استالین هم قول گرفت که آمریکا دخالتی نکند در چکسلواکی، در نمیدونم یوگسلاوی، در کشور اروپای شرقی، کشورهای بالکان، اینها همه جز اقمار روسیه بشود. یعنی 50-60 سال اسارتی که این ملت‌ها داشتن در همون کنفرانس تهران رقم خورد. جداگانه این آقایان، این ستن
پیروزمندان جنگ در باب ایران صحبت کردن که ایران کشوری است مفلوک، کشوری شکست خورده و کشوری به لحاظ اقتصادی دچار مخمصه ها و مزایر. ما باید به ایران کمک بکنیم. و نکته مهمی که پیش آمد آن بود که 6 ماه پس از ترک مخاصمات این قوای متفقین که ایران رو اشغال کرده بودن ایران رو ترک بکنن، ایران رو ترک بکنن. جوزف استالین برگشت با هر چی می‌خواست که گرفته بود و آقای بازنده در واقع آقای سر وینستون چرچیل بود. در اونجاست که در واقع روزگار افول قدرت بریتانیا از این کنفرانس شده، از این کنفرانس شده، چون بلافاصله بعد از جنگ دوم هست که آمریکا و شوروی به عنوان دو قدرت بزرگ بروز و ظهور کردن. قدرت‌های استعماری انگلیس و فرانسه و اینها رده دوم قرار گرفتن و امپراتوری‌ها دیگر آرام آرام از میان رفت. باری این قراردادی بود که این آقایان کردن، اما روس‌ها چیز دیگری در پس ذهن داشتن بعد از شکست آلمان. و مطلب دیگری هم که فراموش نکنم خدمتتون این است که قرار شد که به محض اینکه آلمان‌ها شکست خوردن روس‌ها به ژاپن اعلان جنگ بدهند و از بخش‌های از کنن که کمچاتکا و اون منطقه به کره حمله بکنن، که یه مطلب دیگری بود. و ماجرا گذشت، روس‌ها بیرون برو نبودند، نمی رفتن، عرض کنم به دفع الوقت روزگار می گذراندند. و هر سبت که روزولت هم فوت شد و آقای هری ترومن که معاون او بود به ریاست جمهوری آمریکا رسید و در یک کنفرانس هم شرکت کرد. در کنفرانس پوتسدام آقای هری ترومن به عنوان رئیس جمهوری باز آمد، با آقای استالین ملاقات کرد و خیلی هم خوشش آمده بود از آقای استالین. در همون کنفرانس هست که موضوع بسیار سری سلاح اتمی رو مطرح کرده که بنده یک بار خدمتتون در این باب صحبت کردم، از اون میگذرم. استالین هم خیلی جدی نگرفت، گویا خود اونها مشغول ساختن بودن. باری بعد از بازگشت از پوتسدام هست که خیلی خوشحال بود آقای ترومن، گفته است که You don't know how much I like that little son of a bitch، به قول خودشون نمیدونی این کوتوله فلان فلان شده چقدر دوست دارم. اما به زودی دریافته که این کوتوله فلان فلان شده بسیار آدم خطرناکی است، به این آسانی نیست داستان. و هر شبت که روس‌ها هم بیرون نمی‌رفتن، هر چه آمریکا فشار می‌آورد اینها، روس‌ها بیرون برو نبودن. و عرض کنم که دریافته بودن آمریکایی‌ها که اگر روس‌ها بمانند و بعد بتوانند به ذخایر نفت ایران دست پیدا بکنند، اونجا رو پایگاه خواهند کرد، که بعدا البته کش شد. استالین در این نقشه بوده است که کل ایران و کل منطقه عربی تا سوریه رو هم بگیرد، چون یک ارتش کارآمد فوق العاده پیدا کرده بودند بعد از شکست های نخستی که از آلمان خوردن و کارای جنگی رو داشتن، اما سلاح اتمی هنوز نداشتن. یعنی مونوپولی سلاح اتمی در جهان در دست ایالات متحده بود. اولین بمب اتمی روسیه به نام جووان، که البته منظور جوزف استالین هست، به سال 1949 آزمایش شد. بنابراین آمریکای قدرت در واقع قادر و قاهر کل جهان بود با داشتن سلاح اتمی. اینا بیرون برو نبودن. نشانه هایی بود که روس ها برای ماندن اونجا هستن. الان که روزگاران گذشته و این اسناد در واقع علنی شده و در معرض دید عموم قرار گرفته، نشان میدهد که کارشناسان آمریکایی که در اونجا بودن مرتب گزارش میکردن که این روس‌ها میخواهند اینجا بمانند و یک استراتژی بزرگ برای کل منطقه دارند و چنین و چنان. آقای ترومن مدارا میکرد تا زمانی که به خشم آمده و گفته است من از بس از این روس‌ها ناز کشیدم خسته شدم، آمده است و عرض کنم که برای جلوگیری از گسترش کمونیسم، چون کشورهای اروپایی خراب شده بودند، فقر بسیار شده بود، کمونیسم در اون روزگار خیلی جاذبه داشت، برای جلوگیری از نفوذ روس‌ها به مجلس آمریکا رفته، تقاضای 400 میلیون دلار وام کرده است برای یونان و ترکیه و مجلس هم البته عرض می‌کنم که این پول رو داده. و بعد طرح مارشال، جنرال جورج مارشال یکی از جنرال‌های بسیار بسیار خوب آمریکا بود که فرمانده کل قوا آمریکا هم بود، رئیس ستاد بود،
به عنوان وزیر خارجه یک سخنرانی در هاروارد کرد و طرحی به نام طرح مارشال هم به اجرا درآمد. بیشتر از 13 میلیارد دلار اون روزگار به آلمان، به انگلیس، به ایتالیا، به فرانسه اینا کمک شد برای جلوگیری از نفوذ کمونیست. و عرض کنم که این سیاست اصلی آمریکا در دوران جنگ سرد بود. تا اونجا که به ایران مربوط هست، مرتب این نامنگاری ها شده و روزها بیرون برو نبودن، آمده بودن آذربایجان رو جدا کرده بودن، نمیدونم دموکراتیک آذربایجان درست کرده بودن، فرقه دموکرات آذربایجان در شمال، در کردستان عرض کنم یک مردی بود اونجا که بسیار مورد احترام هموطنان کرد ماست، قاضی محمد، دو پسر هم داشت، اونها هم فرقه دموکرات کردستان رو ساخته بودن. یکی از بدبختی های ما در عصر اخیر این به وجود آمدن آذربایجان جعلی است. این آذربایجان جعلی یه باقرفی هم اونجا بود، مرتب این قاضی محمد و کردها و اون پیشوری اینا رو می‌بردن تمرین می‌دادن، ترینینگ می‌کردن که شما چگونه عمل کنید. و عرض کنم در ارتباط با جدا کردن این مناطق از ایران اینها رو تعلیمات می‌دادن. اینا همه نامه‌هاش هست، اسنادش هست. باقرف در عرض کنم که همین باکو، که البته اینم یه نام جعلی است، در باب باکو هم توضیح میدم خدمتتون اینها، و روزگاری که آقای لنین گفته بود که آقا ما دیگه امپریالیست نیستیم و این سرزمین‌ها که از ایران گرفتیم پس می‌دهیم و اینا، این دروغ همه برملا شد. معلوم شد که این یک هژمونی روسی می‌خواد کل منطقه رو بگیرد و عرض شد که اینا رو می‌بردن تمرین می‌دادن که چگونه عمل بکنن. و حزب توده هم بسیار نفوذ داشت، یک جاذبه های بسیاری هم در کل قضیه سوسیالیسم و مارکسیسم و اینها بود. حتی برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران در سفارت روسیه که بسیاری از علمای ما من جمله مرحوم ملکوش عرای بهار، دکتر علی اصغر حکمت، نمیدونم دکتر خانلری و اینا شرکت کردن، احسان طبری هم بود نماینده روسها، این هم برای این بوده است که روشنفکران ایرانی رو تحت در واقع نفوذ روسها بگیرن. و چنین وضعیت واقعا عجیبی بود در جنگ دومی، کشور فقیر اشغالی. در این میانه البته ما سیاستمداران خوب داشتیم، یکی از این سیاستمداران احمد قوام السلطنه. توده ای ها بسیار متنفر هستند احمد قوام، اما قوام از سیاستمداران تراز اول مملکت ما بود که ما هرچی نگاه کردیم در تاریخ زندگی من، ما خیانتی از احمد قوام ندیدیم. یک مردی بود اشرافی، ادیب، شاعر، خط نستعلیقش برابری میکند با بله احمد قوام السلطنه، بله سیاستمدار بزرگ ایرانی در اون روزگار که دموکراسی ایران در جریان بود، دموکراسی ایران در جریان بود. دربار هم در واقع به همون شیوهی که پیشبینی شده قانون مشروطه کار میکرد و دربار توطئه و فضولی در کار ملت نمیکرد. احمد قوام قدرت بزرگ ایران بود، چشم جهان به نخست وزیر ایران بود. میخوام خدمت شما عرض کنم که اگر شما میخواهید بدانید که جامعه داره بنیاد هست یا نه، نپرسید چند تا پل داره مملکتتون، چند تا ساختمان دراز داره یا چند تا هواپیمای بمب افکن داره، بپرسید آقا سیاستمدار شما چه کسانی هستن، تعداد روزنامه نویسان شما چه، فیلسوفان شما چه کسانی، چند تا روزنامه داری، چه میزان کتاب چاپ میشه. نه ای که نمیدونم بمب افکن فلانی رو پول نفت دادیم خریدیم، چه بمبای بزرگی مینداخت، اینا مهملاته، اینا به درد مردم هرگز نخورده، این نشانه قوت و قدرت و پیشرفت نیست، قدرت در مردمه. بعد از رفتن رضا شاه آزادی شده بود، روزنامه ها بودن، احمد قوام السلطنه هم در اون مقطع نخست وزیر ایران بود، بسیار بسیار مدبر بود این مرد. و روس ها عرض می شود که همونطور که خدمتتون عرض کردم دست بیرون رفتن نداشتن. این ماجرا که امروز بعد قدیم میگفتن که احمد قوام سر روسا کلا گذاشت و نمیدونم دربار اینا ادعا میکردن که اعلی حضرت همایونی روسا رو بیرون کرد و شخصا نمیدونم با هواپیما فلان کرد و قافلانکو چنین کرد، اینا یک ماجراهایی بود در پس پرده. و دولت آمریکا نمیخواست که روسا در آذربایجان بمانن، اینها هم مانده بودن، گروهان های ژاندارمری ایران رو خل سلاح میکردن و این پیشه‌وری و اون قاضی محمد اینا هم زیر توپخانه های روسا جای امنی پیدا کرده بودن، دم از جدایی میزدن. در واقع یک طرح بسیار بسیار خائنانه‌ای بوده که روسا به دست ایرانی ها میخواستن انجام بدن.
بدیهی است که اگر چنین اتفاقی میافتاد خود این روسا اینا رو به دار میکشیدن، هیچ شکی هیچ تردیدی نیست. باری آمده بودن زبان ترکی رو در همه جا رایج کرده بودن، و بعض آدم ها هستن مثل اون شاعر ساکن کانادا که میگه روزگار خوش ما روزگار پیشوری چه جهانی خیال داشتیم، زیر تانک زیر سایه توپ توپخانه روس ها چه استقلالی داشتیم. از اینجور مهملات هم رایج هست، مهملات خائنانه. واقعا مشهور هست که آقای هری ترومن، من سندش هنوز ندیدم، از زبان آقای هری ریزنر شنیدم. هری ریزنر یکی از مفسران بسیار مشهور مملکت بود، در ABC کار میکرد، که میگفت یک روز یک شب آقای ترومن تا بامداد گام زده، ساعت 6:30 صبح آقای گرومیکو که در اون روزگار وزیر و در واقع سفیر کبیر روسها بود در اینجا شوروی سابق، صدا زده است و اولتیماتوم داده. این اولتیماتوم مستقیم رو بنده ندیدم، سندش رو شنیدم، اما این که هری ترومن گفته است اگر روسها از حد خود تجاوز بکنن جنگ دیگری در راه هست، این از سندش هست. بنابراین روسا یک التیماتومی عرض کنم که دادن، و در همزمان با این ماجرا احمد قابوس سلطنه آمد، چون روسا ادعای نفت شمال داشتن، در این بودن که اگر جنوب نفت رو شما به انگلیس ها دادید، وزیر نفوذ انگلیس هست، در شمال هم ما حق داریم، بنابراین شما باعث یک کنسیشن به قول خودشون یک قرارداد نفتی با ما امضا کنید. اجازه فرمان یک موسیقی کوتاه بشنویم، برمیگردیم دنباله مطالب مربوط به 21 آذر و آذربایجان. پرده دل خیال تو رقص کند، من رقص خوش از خیال تو آموزم.
نقشه می‌دهد طره مشک سای تو، پرده قنچه می‌درد خنده دلگشای تو. عشق تو سرنوشت من، خاک درت بهشت من، مهر رخت سرشت من، راحت جان رضای تو. شما بطن گرامی که به صدای گوش میکردیم، چون وقت کم هست مجبور هستیم که موسیقی زیبای استاد بنان رو قطع بکنیم، برگردیم سر موضوع آذربایجان. بله، در دوران صدارت مرحوم احمد قاوم سلطنه که بسیار معتقد بود به مشروطه، این مرد بسیار معتقد بود به مشروطه، اون دو نامه‌ای که به پادشاه ایران نوشته است در باب اینکه بعد از رفتن او و آمدن حکیم الملک، یک مرد چاپلوس بی عرضه بود، در باب برپا کردن یک مجلس و دادن حق انحلال دو مجلس به پادشاه، دو نامه نوشته است که شاهکار کار سیاسی است. در یک فرصت دیگری من این دو نامه را خدمتتون میخونم. اگر به صحبت این مرد بصیر گوش داده بودن، کشور ما به این وضع احتمالا نمیافتاد. باری قوام کاری که کرد آمد و خطر روس‌ها رو خوب متوجه بود. این است که یک کابینه ای تشکیل داد، تعداد از توده‌ای‌های خیلی مشهور رو وارد کابینه کرد و یک هیئت و هیئت روسوفیلی به قول قدیمی‌ها به خود داد، یعنی من طرفدار روس‌ها هستم. بفرمایید این هم توده‌ای‌های محترم در کابینه ما، آقای نورم اسکندری و اینا، نامشون همه هست، حالا بیارم خدمتتون ایشا مفصل‌تر صحبت. و با این زمینه بود که احمد قاوم سلطنه با هیئت خودش به روسیه رفت، به شوروی رفت برای دیدن استالین. استالین خیلی با تکبر و تفرعن به قضای ایران برخورد میکرد. یکی از همراهان مرحوم قوام که من خدمتشون رسیدم در کتاب فروشی، گفتن که آقای مولوتوف آمد گفت فردا آقای استالین میخواد شما رو تنها ببیند. قوام گفته از هیئت من پس چه؟ بله، آقای احمد قاوم سلطنه درود بر شما، وارد آنجا، مرسی. بله، در میانه هست و سایر شخصیت ها و رجال ایرانی اون روزگار. مرحوم مرکوشهر بهار هم در نفر دوم سمت راست بود با قامت بلند. مرحوم بهار استاد بزرگ، شاعر بزرگ، محقق بزرگ، پس از سالها زندان بعد از رفتن رضا شاه در کابینه قوام وزیر فرهنگ شد مدتی کوتاه. عکسشون رو دیدید اونجا ایستاده بود. باری بله، ببینید مرحوم بهار رو ببینید نزدیک اون تیمسار ایستاده. تیمسار هم مثل که چلو کباب زیاد خورده بوده، شکمی زده جلو. ما افسر به این شکم کم دیدیم. مرحوم بهار با لباس مشکی و کلاه و عینک، استاد بهار از خراسانی و قوام که در میانه عرض کنم که جمعیت ایستاده بود. بله، و از ملک ادب و گزاران همه رفتن. باری با این زمینه، بله، این همراه به من میگفتن که وقتی که مولوتوف آمد و گفت که آقای استالین میخواد شما رو تنها ببینه، گفت بس همراهان من چه میشن؟ گفت نه. قوام گفت که بردارید برگردیم. تهدید کرد به بازگشت و چمدان ها رو برداشتیم، ایشون میگفت. و بعد ناگهان دیدیم آقای مولوتوف در حال دویدن است که آقا همه شما رو دعوت کردن اینها، باری در همون کاخ کرملین. و خیلی خاطرات شیرین ایشون نقل میکرد و اینکه میگفتن که گفتن من وقتی که سیگار رو به دهانم گرفتم شما برای من روشن نکنید. میخواسته یک روانشناسی بکنه ببینه آقای استالین سر مهر هست، میشود با اون صحبت کرد یا از موضع کبر و عناد میخواد برخورد کنه. گفت بعد مرحوم قوام یک سیگار گذاشته بود مرتب دنبال کبریت بود که آقای جوزف استالین که بیا یکی از دستاش هم معیوب بود و اون دست سالمش آمد و این سیگار آقای قوام رو روشن کرد و قوام فهمید که میشه با این صحبت کرد. باری نتیجه مذاکرات این که
میگوید ما به شما این قرارداد نفتی که منظور نظر شماست ما به شما میدهیم، اما مجلس در حال فترت هست. در واقع تا روزگاری که قوای بیگانه در سرزمین هست هیچ قانونی از مجلس نمیتوان عرض کنم که تدوین کرد. شما بایستی مملکت ما رو ترک بکنید تا مجلس بتواند برای مطابق قوانین مملکت ما عرض کنم که ما از طریق مسیر قانونی به شما این قرارداد رو میدهیم. این یکی از زیبایی های دموکراسی هست. اگر در اون مقطع در ایران دموکراسی نبود این حرف بیهوده بود. اگر که قوام دیکتاتوری ایران میگه آقا تو دیکتاتوری ایران این نفت رو به ما بده، موضوع مجلس دیگه مطرح نمیشد. قوام سلطنه که برگشته، البته که ما عرض کردیم خدمت شما اینجا دو مطلب اهمیت داره: رفتن روس‌ها با اولتیماتوم آمریکا و ترس آمریکایی‌ها بوده. دیپلماسی مردم قوام سلطنه که بسیار مهم بوده یک رویه آبرومندانه به روس‌ها داده که نگویند عرض کنم ترسیدن و گریختن. اما بعد از اولتیماتوم چنان به سرعت اینا ایران رو ترک کردن که حیرت انگیز بوده. اینا بیرون رفتن و تا اونجایی که به احمد قوام مربوط هست و موضوع توده‌ها میگویند خود قوام سلطنه شورش به راه انداخت بعد از رفتن اینا به خاطر که توده ها رو بیرون بکنند در بختیاری و در شیراز، که اگر شما توده ها رو بیرون نکنین از دولت ما میایم اصفهان رو میگیریم. این است که توده ها رو هم بیرون کردن و کار به نتیجه رسید. روس ها هم از خاک آذربایجان بیرون رفتن، پیشوری به روسیه گریخت. و اینجاست که عرض شد که ارتش ایران بعد از رفتن اونجا یک تانک هم نداشت. ارتش ایران ارتشی نداشتیم در واقع در اون روزگار در آذربایجان. این است که از مرکز ارتش فرستادن اونجا و متاسفانه دیگه کسی اونجا خشونت ضرورتی نداشت. خیلی خشن عمل کرده متاسفانه سربازان و اینا. یک صحنه‌ای بسیار زشتی اونجا ایجاد شد که خاطره بدی باقی گذاشت. همچنین در کردستان و گرفتن این قاضی رو، بیچاره پیرمردی هم بود، حالا نمیشود کار او رو توجیه کرد، اما به هر صورت این مرد مورد احترام کردها بود. با دو پسرش اینا رو محاکمه کردن و کشتن، هم قاضی رو، قاضی محمد و دو پسرش رو به خاطر این ماجرا کشتن. نمایندگان روسا هم گریختن. فکر میکنم پیشوری هم گفتن در یک تصادف اتومبیل کشته شده و از میان رفته. و بعد هر شبت که مشهور شد که قوام سلطنه سر روسا کلا گذاشته و روسا رو از مملکت بیرون کرده، نقشش تا اونجای مؤثر هست عرض کردم که به روسها یک میدانی برای فرار داد که یک وجه آبرومندانی بتوان از مملکت بیرون بروم. بعد ارتش البته رفته اونجا، قبلا نمیتوانستن بروم در کردستان، در آذربایجان اینها گرفته بودن راه ها رو. و در واقع دولت ایران هیچ کنترلی در این دوره های اشغال آذربایجان و کردستان هیچ گونه اعمال قدرتی نمیتوانست انجام بدن. بعد برای عرض کنم که تبلیغ این مرحوم پادشاه ایران خیلی مینازید به این روز آذربایجان و تمام کردیت رو به قول آمریکا به خودش میداد که بله من سوار هواپیما شدم از روی قافلانکو رهبری میکردم و چنین چیزی. داستانی نبود، کشورگیری نبود، جنگی نبود که رهبری بخواد. آقا روسا در رفته بودن، یک سرباز روسی هم اونجا نبود. اینا رو مکرر در مکرر ما در روزهای نجات آذربایجان که روز 21 آذر هست مرتب این نطق‌ها رو میشنیدیم. نامی هم از احمد قوام سلطنه بیچاره که بسیار زحمت کشیده بود و رنج برده بود در این راه، یا دخالت آمریکا نبود. و داستان بر سر این بود که آذربایجان به این وجه داده که اعلیحضرت خمینی از سبت که بر فراز قافلانکو، حالا یه هواپیمای استثنایی بود، اصلا فکر نمی‌کردم میشه درست حسابی هم باش پرواز بکنیم، که البته در روزگار ما ژنرال‌های خوب هم داشتیم. یکیش حاج علی رزمارا بود که در این کار نقش داشت و پادشاه سابق ایران هم ازش نام برده. اما در این روز آذربایجان که ما رژه هم میرفتیم و اینها، مرتب این رادیو و بندوبست‌ها و تبلیغات شدید میشد که آذربایجان به این وجه نجات پیدا کرد. این یک تاریخ بسیار بسیار مختصری بود از موضوع بیرون رفتن روس‌ها از آذربایجان. نه جنگی شد بین ارتش ایران، نه درگیری بود، نه اینا نیروی داشت که بشه بتواند با روس‌ها مقابله بکنند. اینا رفته بودن بیچاره که چه عرض کنم،
از ترس اینکه یک جنگ بزرگی باز درگیر نشوند و روس‌ها آمادگی یک جنگ با آمریکا رو نداشتن، خاصه که مونوپولی اتمی هم در دست آمریکایی‌ها بود، اینا گذاشتند و رفتن و این اولین بار بود است که روس‌ها به یک جایی رفتن که بازگردن. روس‌ها هر جا که رفتن ایستادن در تمام این سال‌های عرض کنم که جنگ سرد، خفقان شدیدی در تمام اروپای شرقی حاکم بود که پیامد همون کنفرانس تهران بود که این آمریکا دست روس‌ها رو و استالین رو باز گذاشت در اروپای شرقی و هری ترومن زیر بار این قضایا نمی‌رفت. در ماجرای محاصره برلین، دوستانی که به امور مطلع هستن می‌دانن که چگونه هری ترومن دستور داد که با طریق هواپیما به اهالی برلین غذا و چیزهای مورد احتیاج رو رساندن. جنگ سرد از اونجا آغاز شده، جنگ سرد از اونجا آغاز شده است تا روزگار آقای گورباچف که سرانجام این استبداد بیریخت و این استبداد واقعا شگفت‌انگیز که جان میلیون ها نفر رو از میان برداشت و کاری هم برای مردم نکرد فرو ریخت. این عاقبت کار استبداد هست. اونجایی که به آقای استالین مربوط هست، این آقای استالین بود، فکر میکنم سال 1956 بود که این آقا مرده. در آخر عمرم دچار پارانویا شده بود، فکر میکرد میخوام بکشنش و مشروب میخورد، هر دو سه متری هم یک سویچ گذاشته بود که فورا خبر بده. یک رئیس پلیسی داشت این آدم به نام بریا که شخصا میرفت دخترای مدرسه رو میگیره میآورد و رید میکرد. این آقای بریا جنایات خارق‌العاده‌ای مرتکب شد و استالین هم در منتهای بدبختی و تنهایی مرد. آقای چرچیل عرض کنم از جنگ تمام شد دوباره خواست نخست وزیر بشه. مردم انگلیس گفتن ما قیافه این آقا رو که میبینیم یاد جنگ میافتیم، بنابراین ما نمیخواهیم دیگر عرض کنم به یاد خاطر جنگ میافتیم. و آقای چرچیل انتخابات رو برنده نشد، البته بازگشت کرد دوباره در دورای بعد و یک دوره دیگر هم نخست وزیر انگلستان شد. آقای روزولت هم که عرض کنم که از پا علیل بود این مرد، در جوانی هم علیل شده بود اما به گونه عمل میکرد که گویی مرد سالمی است. در روزگاران هم اینقدر خبرنگاران اینها نفوذ نداشتن و اینقدر وسایل ارتباطی نبود که هر روز چندین عکس که معلوم بکنن که آقا چگونه است. همواره راه که میرفت و دوش پسرش بود و عملاً علیل بود. خاطراتش رو بخوانید ببینید این مرد چه میزان زحمت کشید که بتواند این علت رو از سر راه موفقیتاش برداره و موفق هم شد. روزولت یک شخصیت بزرگی بود و وقتی شما نگاه کنید به تاریخ رئیس جمهوری های آمریکا که ردبندی میکنن، روزولت مراتبش بسیار بسیار بالاست. در این دوره های اخیر به عنوان بزرگترین رئیس جمهور شناخته شده است. بله، و خانومشون هم بسیار فعال بود. فراموش نکنید ما دو روزولت داشتیم، این فرانکلین روزولت و تئودور روزولت که در ابتدای این قرن رئیس جمهور بوده. فرق میکند با این آقا، این آقا قمخیش اون تئودور روزولت هست، اما اینا دو روزولت جداگانه هستند. باری این روس‌ها از مملکت ایران بیرون رفتن و مردم در واقع این سر و صدایی که اینها به راه انداخته بودن که میدونم فرقه دموکرات آذربایجان پشتیبانی مردم رو دارد، ما ترک هستیم، زبان ترکی و اینها، خود مردم یعنی اکثریت قاطع مردم نمیخواستن این چیزها رو، نمیخواستن. امروز همین سر و صداهایی که هست متاسفانه از اون سوی عرص از آذربایجان جعلی و اینها تقویت میشود، اکثریت مردم آذربایجان توجهی به این چیزها ندارن. یک درصد بسیار بسیار اندکی از این جور سخنان میگوین. بعض اینها باقی مونده های همون روزگار غلام یحیی و پیشه‌وری و عرض میکنم اون روزگاران هستن، هنوز بر اون طبل میکوبن و خوشبختانه بیشتر مردم گوششان به این سخنان نفاق‌انگیز و تا حد زیادی خائنانه بدهکار نیست. امروز که روزگاران گذشته و دیگه نه پادشاهی داریم، نه پادشاهی داریم، نه احمد قوامی هست، اینها وقتی به گذشته نگاه میکنیم
به وضوح در میابیم با توجه به اسنادی هست که این شخصیت ها که بودن و برای مملکت ما چه کردن. تا اونجا که به احمد قوام مربوط هست در این ماجرا، بلافاصله بعد از این ماجرا احمد قوام هر دو خسروزیری کنار رفت و عازم اروپا شده. به او گذرنامه سیاسی ندادن، یک گذرنامه شخصی فرستاده از فرانسه و سفیر کبیر فرانسه یک نامه جداگانه داده ماشین نویسی کردن که دارنده این گذرنامه که از شخصیت‌های بزرگ خاورمیانه است و بر اتباع فرانسه است به او احترام کنن. ایشون در اونجا بود که موضوع برقرار کردن مجلس مؤسسان و فاتحه مشروطه و قانون رو خواندن به گوش او میرسد. تحریک کرده بودن پادشاه ایران رو که شما جانشین نادر و کوروشی و باعثی همه قدرت در دست شما باشد. مشروطه یعنی چی؟ قانون یعنی چی؟ از این صحبت ها مجلس مؤسسان درست میکنن که حق انحلال دو مجلس رو بدن خدمت ایشون، یعنی خداحافظ مشروطه. احمد قوام یک نامه نوشت و در اون نامه، من مختصرش خدمتتون میگم چون دیگه فرصت نیست ما مرصاد العباد بخوانیم، که این خونبهای آزادی خواهان ایران هست این قانون مشروطه، که آسان به دست نیامده. این کاری که شما میخواید انجام بدید محمد علی شاه هم جرأت نکرد، پدر شما هم جرأت نکرد چنین کاری رو بکنه. اگر شما چنین کاری رو بکنید و به خواست مردم توجه نکنید و قانون اساسی این مملکت رو زیر پا بگذارید، روزی میرسد که شما دچار خشم ملت خواهید شد و در اون روز توتین و سرنیزه و سرباز و ژنرال اینا به خرج نخواهد رفت و مردم شما را از مملکت بیرون میکنند. این عین گفته های احمد قوام هست 27 سال پیش از انقلاب. وقتی نامه رسیده، البته به عرض اعلی حضرت رسوندن، بسیار عصبانی شدن و دستور دادن یک مش فحش بنویسن و لقب قوام را از او بگیرن. یه جناب اشرفی داشت، جناب اشرف این لقب قوام بود. حکیم اون نامه نوشته است که تو مرد حسابی، تو چه کاره هستی از این حرفا میزنی؟ شما بایستی بیایید در این مملکت به خاطر سیئات اعمالتون اینجا محاکمه بشوید. شما تعیین تکلیف برای اعلی حضرت همایونی میکنید، خود ایشان مغز کل هستن و از این جو صحبت ها. از این لحظه به بعد لقب جناب اشرف را ما از شما میگیریم و چنین و چنان. که قوام البته در واقع بیدی نبود که از این بادها بلرزه، نامه دومی نوشته و با شعر حافظ آغاز کرده است که اگر چه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان دهان خاموش ولیکن زبان پر از عربی است. هزار عقل و ادب داشتم من ای خواجه، کنون که مست و خرابم صلاح بی ادبی است. و بعد برش مرد خدمات خودش رو به ایران و باز تکرار کرده و در واقع بر حذر داشته این کار رو، دخالت در قانون اساسی مملکت و بازگرداندن استبداد. و اما کسی گوشش بده کار نبوده. از عجایب روزگار اون که به زودی نخست وزیری هم به دست، عرض کنم که صاحب این عکس افتاد، محمود مصدق، و دربار و تشکیلات سفارت آمریکا توطئه کردن که چه بکنیم چه نکنیم، کسی حریف این مرد نیست. پیشنهاد میکنن که تنها کسی که میتواند مصدق را از میدان بیرون بکند پسر عموش احمد قوام سلطنه است. و رفتن اونجا به التماس قوام و این مردی که در آستانه 80 سالگی بود و این باسی بازنشسته میشد و دیگر نمیامد با یک، عرض کنم که، جریان ملی روبرو بشود، با یک شخصی که مردم او را قهرمان میشناختن، او را تطمیع کردن. جناب اشرف هم برای او بازگرداندن و احمد قوام را بازگردن به ایران. نخست وزیر شد و اون سخنرانی معروف که قدیمی ها بهتر می دانند، کشتیبان را سیاستی دیگر آمد و اینها، و دو سه روزی که بود و موضوع قیام سی تیر و بازگرداندن دکتر مصدق به قدرت این بود. احمد قوام سلطنه خطای بزرگش در این بود و نامی بد در واقع در اون لحظه از خودش بر جای گذاشت. اما حالا که روزگاران گذشته، باز ما ببینیم که چهره مرحوم قوام سلطنه درخشان در تاریخ سیاست ایران هست. این چیزهایی که در باب او میگویند معمولا از روی غرض هست. قوام سلطنه با دیکتاتوری مرحوم رضا شاه هم مخالف بود. در روزگاری که کودتا شد
کودتای همون اسفند، کودتای معروف سید ضیا، احمد قوام در نقشه این بوده است که از سواران کرد خراسانی و افغانی و اینها یک گروهی تروپی لشکری فراهم بکند و تهران را از دست سید ضیا و رضا شاه اینها نجات بده. این نقشه شد. در روزگاری هم که مرحوم رضا شاه بود و اینها، متهمش کردن که میخواست رضا شاه رو بکشه و از میون برداره. و این است که رضا شاه میگوید احمد قوام رو مباسی تبعید بکنیم و که او رو بیرون فرستادن. زندگی احمد قوام و برادرش وسوق الدوله بسیار پر فراز و نشیب بوده. این دو مرد از رجال بزرگ مملکت ما بودند، ادیب بودند، حکیم بودند و در جریاناتی واقع شدند، بعضی کارها کردند که نمیبایست. وقت ما هم هموطن در اینجا به پایان رسید. با درود بر شما هموطنان گرامی برنامه رو میبندیم. با سپاس از وارتان تا برنامه دیگر که روز دوشنبه خواهد بود. روز دوشنبه ما تکه به تکه فرمایشات آقای، عرض کنم که فارغ التحصیل مدرسه علوی، آقای سروش رو میگذاریم و به لحاظ، عرض میکنم، از دید منطق بررسی میکنیم که کجا چه نوع مغلطه‌ای کرده، یعنی مغالطات سروش از چه نوع است. در این مصاحبه آخری کرده که در بابش در برنامه آقای مهری و هم در این برنامه صحبت کردیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.